درود بر شما همراهان گرامی و عزیز به کانال خودتون خوش آمدید اگر میخواید بدونید که قاتل قاسم سلیمانی کیه به سود و زیان قتل قاسم برای آیت الله خامنه ای بنگرید در حالی که شیعیان عراق که از دخالت های قاسم سلیمانی و شبه نظامیان وابسته به رژیم تهران به سطوح آمده بودند و بر علیه دولت عبدالمهدی نخست وزیر مزدور وابسته به علی خامنه ای پا خواستن کنسولگری رژیم ایران در نجف و کربلا و نیز دهها دفتر متعلق به شبه نظامیان شیعه ساخت پرداخته نظام تهران توسط شیعیان عراق به آتش کشیده میشد. عکس ها و تصاویر خامنه ای و خمینی در جای جای عراق لگد مال می و با فشار معترضان عبدالمحدی نخست وزیر وقت عراق مجبور به استعفا شد. وی 8 آذر رسما استعفای خودش را به پارلمان عراق تسلیم کرد اما با استعفای وی نه تنها شورش و قیام معترزان فروکش نکرد بلکه بر شدت آن افسوده شد و علاوه بر شیعیان سنی استانهای استان سنی نشین به جمع معترضان پیوستند معترزان خواستار کوتاه شدن دست علی خامنه ای از عراق بودند و کنسولگری رژیم در نجف پس از استعفای عبدالمحدی مجددا در دهم ده و نیز هم آذر به آتش کشیده شد چون مردم عراق قاسم سلیمانی رو مسبب سیه روزی خودشون میدونستان و در این لحظه از تاریخ بود که علی خامنه ای احساس کرد که حاج قاسم دیگه توف سربالاست سلیمانی دیگه به مهره سوخته مبدل شده بود که جوهرش برای خامنه ای به اتمام رسیده بود حضور فیزیکی وی در عراق نه تنها به سود رژیم تهران نبود بلکه حساسیت معترضان رو دوچندان میساخت و خامنهای اکنون به شخصی غیر از سلیمانی نیاز داشت تا در سایه عمل کنه و به عبارتی حساسیت مردم عراق را کمتر برانگیخته کنه چنانکه قانی اکنون همین گونه عمل میکنه و این در حالی بود که در چنین شرایطی علی خامنه ای با زد و بندی پشت پرده با آمریکا مجوز قتل قاسم سلیمانی را صادر کرد و با حذف سلیمانی به ناگاه معترضان از موضع خود عقب نشینی کردند و ابتکار عمل به دست نیروهای وفادار به علی خامنه ای افتاد و هزاران نیروی امنیتی خیابانها را اشغال کردند و میلیونها ها معترض به خانه های خود بازگشتند. حلاکت قاسم سلیمانی به عنوان قهرمان ملی کشته شده توسط آمریکا تظاهرات مردم عراق را شدیدا تحت شعا قرار داد. در حالی که جسد سلیمانی در شهرهای نجف، کربلا، کازمین و بغداد تشییع می شد و خیابانها مملو از هواداران گروه های نیابتی و افراتیون عراق میشد شد و اینگونه بود که علی خامنه ای نفسی به راحتی کشید و با قربانی کردن قاسم نه تنها خودش را از بنبست سیاسی عراق نجات داد بلکه قاسم سلیمانی را از منفورترین شخص عراق به یک قهرمان ملی مبدل کرد چون قاسم سلیمانی از زمان اشغال عراق به این سو نقش پررنگی در سازماندهی گروههای نیابتی در عراق ایفا کرده بود وی از طریق فرودگاه های بینون مللی در حال تردد بود و همواره در تیررس نیروهای آمریکایی قرار داشت. وی بارها در میادین نبرد با جاعش برای روحی بخشی به نیروهای نیابتی حاضر شده بود. لذا آمریکا که توانسته بود بغدادی رو در زیر زمین به قتل برسونه، سلیمانی رو نیز میتونست در همان سالهای ابتدایی فعالیتش در عراق به آسانی نابود کنه. اکنون چند سال پیش خواهد آمد. اینکه چرا آمریکا قاسم رو قبل از اینکه ده ها گروه مسلح شیعه تشکیل بده و عراق رو به مستعمره خامنه مبدل کنه حذف نکرد و اینکه چرا قبل از اینکه وی انقلاب سوریه رو به سرقت برد و 500 هزار اهل سنت رو قتل عام کرد به قتل نرسون و اینکه چرا باید قاسم در زمانی حذف بشه که شیعیان عراق میرفتن تا با تظاهرات علیه رژیم عراق موجب انحلال گروه های نیابتی و شبه نظامیان وابسته به رژیم تهران بشن. چرا باید آمریکا قاسم رو زمانی به قتل میرسون که بیشترین سود از حصفش رو خامنه ای میبرد؟ آیا شما هنوزم فکر میکنید که آمریکا و آخوندا دشمنن؟ ما به مراکز کنترل فرماندهی امریکایی ها در طول این چند سال نفوذ کردیم حضور داشتیم میدیدیم کجا رو میبینن کجا رو میزنن از کنار چه چیزهایی عبور میکنن چگونه از داعش دارن حمایت میکنن همه اینا سنداش هست اگه یک روزی اجازه داشته باشیم اینا رو منتشر بکنیم یک افتضاح بزرگی برای امریکایی در آن سال برجام رو امضا کردند تا بشار اسد رو نجات بدن در حالی که میلیونها نفر از مردم ایران با فقر دست و پنجه نرم کردن، رسانه های دور و پرداز آخوندی مملو از بزرگنمایی نمایی قضیه برجام و پسا برجام بود. علی خامنه ای که در طول زمان رهبریش همواره بر مواضع ضد آمریکایش پافشاری کرده بود، ناگهان با چرخشی 180 درجه ای طی یک نرمش به اصطلاح قهرمانانه با کرنش در برابر آمریکا به قرارداد برجام تن داد. اما آیا هدف علی خامنه ای از انعقاد قرارداد برجام گشایش اقتصادی و افزایش سطح رفاه مردم ایران بود خیر پولپاشی های خامنه ای در عراق و لبنان و یمن و خروج میلیاردها دلار از سرمایه های کشور برای صدور انقلاب نشان میده که زندگی و رفاه مردم ایران برای وی تشیزی ارزش نداره اما اگر میخواید بدونید که برجام چه کاربردی برای خامنه ای داشته به این ارقام دقت کنید. با سقوط قسمتی از سوریه، بیش از 80 درصد خاک سوریه به تصرف مخالفان بشار درآمد. دو ماه بعد در 6 می 2015 بشار اسد به شکست سنگین و عقب نشینی ارتش سوریه اعتراف کرد. دو ماه بعد در ژوئیه 2015 قرارداد برجام ایجاد میشه و دو ماه بعد در سپتامبر 2015 روسیه رسما وارد نبرد سوریه میشه و به بمباران مخالفان حکومت بشار میپردازه. ترامپ بعدها ضمن انتقاد از دولت اوباما از پرداخت 150 میلیارد دلار به علاوه یک ممیز 8 میلیارد دلار پول نقد به ایران طی قرارداد برجام خبر میده. ترامپ همچنین نقل کرده بود که پولهای برجام از جانب جمهوری اسلامی صرف گسترش تروریسم شده بود. این پولها میتونست اقتصاد ایران رو با روندی رو به رشد مواجه کنه. اما نه تنها گشایشی در زندگی مردم و اقتصاد بیمار ایران ایجاد نشد بلکه شرایط به مراتب بغرنج تر می شد. اما سوال اینجاست که پولها کجا رفتن؟ جمهوری اسلامی با دخالت در انقلاب سوریه شدیدن در باطلاق سوریه گیر افتاده بود و هم اللحاظ نظامی در مقابل با مخالفان بشار درمانده بود و هم اللحاظ مالی توان ادامه جنگ رو در خود نمیدید. در چنین شرایطی بود که علی خامنه ای با نرمش قهرمانانه با آمریکا قرارداد برجام را امضا کرد و طی این قرارداد 150 میلیارد دلار از پولهای بلوکه شده ایران آزاد شد که بخش اعظمی از آن به انضمام دریای کاسپین به عنوان پیشکش به روسیه تقدیم شد و جای بسی تعجبه که روسیه به علت تحریمهای آمریکا در ماجرای الحاق کریمه از اوکراین به روسیه در بدترین شرایط اقتصادی قرار داشت و ارزش پول ملیش شدیداً افت کرده بود که ناگهان وارد نبردی تمام ایار شد در حالی که بمباران مخالفان اسد توسط روسیه نشان از آن داشت که پوتین هرگز عاشق چشم ابروی خامنه ای نشده بود بلکه سخاوتمندی خامنه ای در بخشش پولهای برجامی وی رو به این کشور کشنده بود و سوال اصلی اینه که کاربرد برجام اکنون چیه اکنون برجام به ابزاری برای زمان خریدن برای رژیم آخوندی مبدل شده در حالی که سفره مردم روز به روز کوچکتر میشه و رسانه های رژیم مملو از بازی موش و گربه رژیم با قرب با محوریت برجامن و گوش مردم دیگه پر از الفاظی نظیر برجام FATF پروتکل الحاقی تأسیسات نتنز و غیر است الفاظی که هرگز گوشایشی در زندگی ما مردم ایجاد نخواهد کرد اما با زنده نگه داشتن امید واهی به خوبی میتونن برای آخوندا زمان بخرن و نیز قیام و شورش مردم برای براندازی نظام را به تعویق بندازن بهترین ها رو برای تک تکتون آرزو دارم. روز و روزگارتون خوش.